چه روز خوب و قشنگی، نمیشه نگی نخندی، تو خودت کافی هستی واسه هر نبردی. با تلاش با اراده میشه سختی یا ساده، تو خودت آرزو کن میشه هرچی آماده. شادی نزدیکه پس بیا، نبینم خسته هستی یا یه قدم تا یکی شدم دهه هشتاد باشستی یا شادی نزدیکه پس بیا، نبینم خسته هستی یا یه قدم تا یکی شدم دهه هشتاد باشستی یا شستادی یا ادب و احترام دارم، احترام دارم خدمتتون، معذرت میخوام، خدا ناخونامو گرفتم، دستم راحت بشم، قربون همتون. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. و همچنین شما مخاطبین عزیز درجه یکا بی‌نظیرا شبکه دو سیما، من خود دیر رسیدم تو این شرایط و هوا و برودت و غیره و زالک، ولی واقعا نمیشه شما رو تنها گذاشت و شما رو زیارت نکرد. با برنامه جذاب شصتادی یا در خدمتون هستیم، با حضور شرکت کننده های عزیزمون. بفرمایید. حالا چطوره؟ خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. همه چی خوبه؟ عالی. خدا رو شکر. بدون اینکه فرصت رو از دست بدیم بریم سراغ معرفی تک تک شرکت کننده هم. رخصت، همه جا رخصت، پهلوونا فرصت، خدا بده فرصت. یا علی بفرمایید. به نام خدا، پوریا صادقی هستم. آقا پوریا صادقی عزیز، بله بفرمایید. به نام خدا، سید محسن کوچکی هستم. آقا سید، شما بزرگواری. آقا محسن کوچکی بزرگوار، اهل کجا؟ من اصالتا زنجانی هستم، شهر اپر. خیلی خوش آمدید عزیز دلم. به نام خدا، غلام حسین منصوری هستم. آقای منصوری عزیز، عزیز دل. خب گروه هشتادی ها، عزیز دلم. به نام خدا، اشکان محمودی هستم. آقای محمودی عزیز، بله بفرمایید. تاها زمانی جان. تاها زمانی، تاها زمانی عزیز، محصل. بله ماشاءالله، خیلی خوب. بابا ماما میدونم اومد اینجا. بله بفرمایید. بفرمایید. به نام خدا، ابوالفضل فرجامی هستم. آقای فرجام، به افتخار شرکت کننده هامون. آماده ای؟ برو پایین یا ابوالفضل، ببینم چی کار میکنی. آب بازی نکن.
بودو. قناری 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 چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ بپر بپر مارید با این پاسوختون. بابا خطا میکنم میگیرم آدمو. خودتون برید پایین واقعا. خونه با نگو مادر نبود مشخصا. بریم سراغ معرفی اولین مرحله از بازی شصتادیا به نام چاله چوله. این شما و این صفحه نمایشگر ما. چاله چوله. در بازی چاله چوله هر نفر با رفتن برای یکی از چهار گزینه به سوالات پاسخ می‌دهد. در صورت پاسخ اشتباه شرکت کننده به چاله می‌افتد و نفر بعدی به سوال مطرح شده پاسخ می‌دهد. با هر پاسخ درست امتیاز آن سوال دریافت گردیده و سوال بعدی پرسیده می‌شود. خب نماینده محترم گروه شصتیا چه عزیزی میاد اینجا همیان. کنار ما تا به سوال ها پاسخ بده. خیلی خوش آمد. مرسی. جناب آقای صادقی، اولین سوال، داستان پویا نمایی لوکا در کدام کشور اتفاق میفتد؟ یک ایتالیا، دو اسپانیا، سه آلمان، چهار فرانسه. کمک کنیم. آفرین آفرین. حرف پهلوانا رو گوش بده. فرانسه. ببین پوریا، ببین دلت چی میگه، هیچ چیزی نمیدونه. چهار رو ازت میخرم. چند میفروشی شما قیمت بذار؟ 5 میلیون. بابا کل این میگه 2 میلیون. زمان از ازای بپرد. بعدمون شما گفتی 4 قربونت دارم. گفتم دل تشکیم نمونه دیگه. اولین چاله توسط گروه شصتیا با هدایت و راهنمایی عزیزان. بریم سراغ نماینده گروه هشتادیا. گروه محترم هشتادی بفرمایید. محمودی هست. آقای اشکان محمودی اهل تهران. مشرم. تحصیلات؟ دهم. رشته ریاضی. ریاضی؟ به به. سوال، نام شخصیت سوم پویانمایی لولک و بولک چه بود؟ یک تولا، ریکسیو، سه نینا، چهار هیچ کدام. هیچ کدام. چهار. آقا لطفی چهار. اشکان چهار. اشکان بیا چهار. بیا چهار. اشکان نه با اشکان بپس چهار. یا سه یا چهار. یک. پهلوان داره میگه یک. خود من اشاره کردم. چرا نمیگیری قربون شکلت؟ نماینده بعدی گروه شصتیا عزیز دلم بفرمایید. ردیف دوم فقط رو این خونه های سفید راه نریم. نماینده شصتیا عزیز دلم آقای کوچکی عزیز جان. خب قربونت. کدام گزینه سریال پایتخت را کارگردانی کرده؟ راحت میدونی. یک محمد حسین لطیفی، دو رضا عطاران، سه سیروس مقدم، چهار محسن تناونده. سه سیروس مقدم. مطمئن میشم. گوش بده. سه سیروس مقدمه. مطمئن نیست. نمیخوای مشورت کنی؟ سیروس مقدمه. ببین چی. سه. آها.
بپر بارکالله ماشاءالله عزیزم هر کی تو خونه خودش تو چاله خودش با تو نذار برای چایی بیاریم تازه برای خب سوال بعدی از گروه جوان و زبل و درجه یک هشتادی ها نقش مرحوم محمد علی کشاورز در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان چه بود؟ یک وزیر، دو خوابگزار، سه سلطان، چهار شبان. اشکان تاها به پر یک اشکان تاها داداش بره یک تاها بره یک یکی نه یک اصلاف شد چرا گوش نمی کنی آخه عزیز دل من خب سوال بعدی از گروه شصتی شصتی عزیز در پویانمایی تور جهانی ترورها محل سکونت ترورها در کجاست یک صحرا دو دریا سه در میان ابرها چهار جنگل سریع‌تر زمان رو از دست ندید عزیز دلم چی شد اینو انتخاب کردی؟ با خودم میخواستم دورو بزنم خب چرا گوش نکردی؟ اونم بود اشتباه بود پهلوانا که بهت گفتن که چهاره جنگل بریم سراغ نماینده بعدی هشتادی ها میگه منو نگاه کن خب آماده ای؟ باش در پویانمایی تنسی تاکسی دو شخصیت تنسی چه حیوانی بود؟ یک پنگوئن، دو پاندا، سه گراز دریایی، چهار فوک دریایی. کی دیده باشن؟ برو قرآن. بکنم اون چهار پنگوئن رو دیگه. نفر. یکه. بزن که. نفر. خواه وایسا. یکه برو فری. یک بیا یک. یک کدومه؟ بپر! یکی دیگه ماشالله تو هر شرایطی بود بالاخره با مشورت های این ورونور تونستی نماینده بعدی گروه شصتی ها عزیز دلم آقای منصوری بفرمایید همونجا از همونجا تشریف ببرید بیستید تا سوال خانه شود کدام یک از آثار زیر حماسی نیستند یک شاهنامه دو هفت کشور سه ایلیاد و اودیسه چهار مهابارتا و رامایانا یه یکی نیست بکر بکر ببین بین بین سوار بین سوار رو گوش بده ما
ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله به حضور پیشکسوتا پهلوونا درجه یکا لوتیا مشتیا چه جوری با خونده بودی شما؟ بله دمتون گرم دمتون گرم خیلی میخواید یک گزینه رو به انتخاب خودتون عزیزان به جای شما مثلا بپرن یا اینکه نه بگم انتخاب. بله بله چرا که نه با احترام حتما بله بله, بله. استاد تشریف میارید سلامتی ایشون اینجا به این تو نوبتتون بشه من بگم تشریف میارید. خب سوال بعدی از گروه هشتادی کدام یک از آثار زیر نوشته ویکتور هوگو نیستند؟ یک بینوایان، دو گوش پشت نتردام، دور دنیا در هشتاد کارگران دریا. سریع‌تر بخون سه گوش بده کدوم چهار برو کدوم برم چهار یا سه برو خیلی برو سه اما برو سه میگه چهار تو میگه سه برو سه برو سه عشقان بفر برو چهار برو چهار برو چهار برو چهار نه با تمام این مسابقه تمام این رقابت به خاطر این که شما در جا فکر کنید مشورت بگیرید و تو همون زمان بپرید نمیشه الان عوض کرده الان نه دیگه الان دیگه سوختید حتی اگرم درست باشه شما دیگه سوختید چون زمان مهمه هیچ وقت دوستان زمان رو از دست نه هر چیزی به زمان خودش و وقت خودش خب گروه بعدی گروه کار بلد و کار کشته و درجه یک از عزیز دلمون که خود گروه موافقت کردن عزیز دلمون تشریف بیارید به افتخار همه پهلوانا مشتیا لوتیا خیلی مخلص عزیز دلمون بفرمایید خودتون رو معرفی کنید نماینده گروه شصتی حسن سیدی هستم در خدمتتون شغلم طب سنتی ای جان کجا در ملات هستم ملات به افتخار عزیزانمون در ملات خیلی هم عالی خیلی هم عالی شخصی درختی کاشته که هر سال ارتفاعش دو برابر می شود 6 سال از کاشت آن گذشته و اکنون ارتفاعش 36 متر است. چند سال طول می کشد تا این درخت به نصف این ارتفاع برسد؟ 9 سال. 1, 2, 3, 5, 4, 3. دست ندید سه دو رو بپر اینجا هم اگر اینو دو بار مرکزش بده چرا پنج چرا بفرمایید زمان بله بفرمایید ماشاءالله احسن خب سوال بعدی از گروه شصتی ها مجددن چون متاسفانه زمانشون رو مدیریت نکردن گروه هشتادی ها و تعلل باعث شد که سه تا عزیزان جوان از رقابت جا بمونن خب سریع ترین سیستم پستی جهان در گذشته مربوط به کدام دوره است؟ 1 ساسانیان 2 هخامنشیان 2 آقا 3 اشکانیان 4 سلجوقیان حاجی 2 حسن 2 دو رو بفا 2 هخامنشی
ماشاءالله واقعا حالا کار نداریم دهه هشتادی هم حاضرید یه نماینده از اون عزیزان داشته باشید که من یه سوال دیگه کنم. حاضریم از اون لوچیا، از اون مشتیا، کدومتون میخواد نماینده گروه هشتادی ها؟ ای جان به افتخارشون بله بون خیلی خوشم، نوکرتم، ارادت، دم شما گرم. فقط روی این سکوهای سفید نریم، به عنوان نماینده دهه هشتادی تشریف بیارید اینجا. خیلی کوچیک شما، عزیز دلید، عزیز دلید، عزیز دلید. خب، یه سوال از نماینده محترم گروه هشتادی ها داریم. ابتدا خودشونو معرفی کنن عزیز دلمون، بفهمید. سلام. سلام، از ما نوکرتم. احمد قربانی هستم. حاج احمد آقای قربانی عزیز، اهل کجا؟ همدان. همدان، ای جان، الان به چه شغلی؟ بازنشسته. بازنشسته کجا؟ ارتش. ارتش، به خاطر تمام بازنشسته های ارتش و نیروهای خدوم نظامی، چه ارتشی، چه نهادها و ارگانهای دیگه. خیلی ممنون. خب، شما اینجا بایستی؟ عزیز دلم اینجا آقای. بله بله، مراقب باشی رو سفیدا، مربعای سفید نریم هر لحظه. خب، سوال، کدام یک از آثار زیر نوشته ویکتور هوگو نیستن؟ یک، بینوایان. دو، گوشپشت نوتردام. سه، دور دنیا در 80 روز. چهار، کارگران دریا. سه احسن به این تجربه، دانش و محبت شما. سال بعدی، سال آخر گروه شصتیا، وظیفه اتصال سیستم عصبی و هورمونی به یکدیگر بر عهده کدام غده درون ریز بدن است؟ یک، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز، غده پاراتیروئید، غده تیموس. آقای سیدی، باید اینجا اعلام کنم با تمام حضور مغتنم و بی‌نظیر دوتا از عزیزان پیشکسوت با معرفت، لوتی و درجه یک، گروه هشتادی تا اینجا 350 امتیاز. به افتخارشون. و گروه شصتیا 850 امتیاز. بنابراین برنده این مرحله از مسابقه چاله چوله شصتیا عزیز هستم. با تشویق شما میریم سراغ مرحله بعد بازی به نام در بدن.
شما درجه کامشتی ها لوتی ها بی نظیر ها. خب میریم سراغ این مرحله از بازی به نام در بدن. این بازی تو دو تا زمان 3 دقیقه ای اتفاق میفته. هر گروه مدافع بتونه برچسبای بیشتری به مهاجمین بزنه برنده است. به همین راحتی یه زمان تو یه تایم شما مدافعید، یه تایم هم شما، یه تایم شما مهاجمید، اینا مهاجم. آماده اید؟ بریم سر جامون. آماده اید؟ آماده اید؟ شروع کنید، تشکیل کنید. آفرین آفرین. پایین توجه که گروه زبل چابک چالاک گروه هشتادی خیلی خوب تا آخر بازی رو ادامه دادن، حتی تک نفره، ولی متاسفانه دو نفرتون افتادید تو آب. به همین خاطر از اول گفتیم هر کسی بیفته تو آب 3 امتیاز به نفع مدافعینه. الان از 6 میشماریم. بشماریم. برگرد. نخوردمش. کجا بوده؟ هیچی؟ هیچی؟ تو کلات؟ هیچی. آفرین. خب آفرین. بشماریم. 7 8 9 10 سب کنیم. 10 11 12 13 و تمام. 13 تا. 13 تا. تا اینجا تمام. تو چی؟ یه دونه. 13 14.
محسن صاحب محسن جوت بذارم محسن منم این شد بذارم محسن بریم من دست کنیم یه نفر دارم محسن برو محسن برو محسن برو عزیزان دل دو نفر دهی شصتی همونجوری که دیدید افتادن تو ها به همین خاطر گفته بودیم هر نفر شوق دیگه آقا عشقید شما به همین خاطر گفته بودیم هر نفر از گروه مقابل بیفته تو ها سه امتیاز به نفع مدافعین به همین خاطر دو نفر از شما افتادید تو ها از پنج میشماریم خب پنج شیش هفت هشت، نو، ده، یه جوری هم چسب موندید با بوتون یازده، دوازده، سیزده، چارده، پونزده، آفرین پونزده، چونزده، چونزده، هیفده، هیجده، نونزده، بیست خب دیگه 21 22 22 22 22 22 ولی اینم بگم واقعا محسن پوریا و حسین جوان مردانه بازی کردیم همین الان من خودم یه برچست رو ندیده بودم صدام کرد گفت آقا یه برچست اینجاست یا خودش به افتخارشون دست بزنید شما آقا اینو بگید آفرین 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 به همین خاطر برنده این مرحله گروه هشتادی‌ها با 600 امتیاز هستن
با تشویق شما لوتیا درجه یک نمره 20 میریم سراغ مرحله بعد بازی به نام خوشگوتر. متشکرم از این همه شوق، شور، هیجان و بی‌نظیر بودن تک تکتون. بخواین نخواین من علیرضا استادی هستم. مرحله بعدی بازی شصت‌ودیا رو میخوام خدمتتون ارائه کنم با حضور دو تا از گروه‌های ده هشتی و شصتی. به افتخار اینا. پنج تا سوال ما داریم. از هر گروه پرسیدیم. پنج تا سوال از گروه هشتادی ها، پنج تا سوال هم از گروه شصتی ها. هر کدومشون هم قبلا جوابشون رو دادن. حالا همون سوال ها رو از گروه مقابلشون میپرسیم. یعنی سوال های ده شصتی ها رو از هشتادی ها و سوال های هشتادی ها رو از ده شصتی ها. اگر جواب درست بدن فوا امتیاز میگیرن. اگر نه متاسفانه یا خوشبختانه درون حوضچه ها فرو میرن. اگر حاضرید اولین سوال و ده شصتی ها بپرسیم با تشویق شما بریم سراغشون. خب اولین سوال از عزیزان کاربلد خوشخنده بشاش ده شصتی. به نظر شما اگه ده هشتادی ها وارد یک جمع بشن که همه غریبه باشن چی کار میکنن؟ من گوشی میگیرن در هیچ کاری فکر کنم گوشی میگیرن چی؟ چیکار میکنن؟ با گوشی؟ پاسخ؟ فکر میکنم موافقید؟ به نظر من با گوشی بیشتر عجیب بشن. مشغول میشن. مشغول میشن. بله ببینیم پاسخو. چیکار میکنی؟ میریم بیرون. میریم بیرون. عادتا میری بیرون دیگه. آره. میرم بیرون هم میرم. ای جان! البته با گوشی میرم بیرون دیگه. ولی خواهش میکنم دوستان و نزدیکتر به اعماق این آب کنید. برم باید برو پایین قشنگ نیست بشید. حالا بده بریم حالا. داریم. ده اشتادی ها. سوال از شما. آب بازی نکن. به نظر شما بزرگترین حسرت گروه شصتی ها توی زندگی چیه؟ جوانی که گذشته. جان؟ هی بابا. ای بابا بگم فقط. هی بابا حسرت زیاده. خب ده شصتی ها زیاد خوشحالی نکردن جوونی نکردن جوونیشون سری گذشته دیگه. جوونی نکردن کاش بیشتر از جوونیشون سری گذشته. الان یعنی تو حسرت جوونیشون. حسرت جوانی رو میخوره. آره دیگه. ببینیم پاسخو. فکر میکنی چیه حسین؟ بگو من بگم پوریه تو بگو. کنکور دانشگاه. کنکور دانشگاه تو چی حسین؟ فکر میکنی چی؟ مثل دهه هشتادی آزاد نبودیم. بازی نکن. آره مثل دهه هشتادی آزاد نبودیم. من فکر میکنم مثل دهه هشتادی آزاد نبودیم. بله پاسخ دقیقا نادرسته. بفرمایید پایین. خبر پایین دهه شصتی ها. به نظر شما بزرگترین دغدغه گروه هشتادی ها چیه؟ اصلا دغدغه ای دارن؟ همه چیزشون خدا رو شکر فراهمه. تو رفاه کامل. ببینید دهه هشتادی ها به نظر من البته بیشتر دغدغه شون الان اینی که یه مثلا که پسر باشن اینی که یه موتور زیر پاشون باشه. موتور؟ یه موتور زیر پاشون باشه. وسیله نقلیه داشته باشن. اونم موتور. ای بابا. پاسخو ببینیم. ای بابا. آیندهمونه. آیندهمون. آیندهمون. آیندهمون موتوره دیگه. نه آقا
آقا نه باید نبود نه آینده موتوره دیگه آقای استادی بفرمایید پایین پایین پاس بکتون آخه این چه پاس بکی بود آقا برو ما رو بردی دانشمند آقا این موتور بازم به خدا آقا این موتور بازم عشق من در اومد سال بعدی از گروه کم حرف اندیشمند دانشمندان آتیه دار به نظر شما اگه گروه شصتی ها مرتکب اشتباهی بشن چی کار میکنن؟ عذرخواهی میکنن؟ بهترین راه توبه است توبه؟ نه 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 سعی میکنن جبران کنن سعی میکنن جبران کنن استاد میگه سعی میکنن جبران کنن؟ یه پنج ثانیه واقعا بگید جواب داره میره سعی میکنن جبران کنن سعی میکنن جبران کنن آها بریم سراغ جواب درست هیست شدن خب طبیعتا من باشم چون بچه های دهه شصت خود ساختن فکر میکنم به نظرم میشینیم فکر میکنیم حل میکنیم معمولا خودمون حل میکنیم حالا نظر حسین تو چی میگی؟ تو چی میگی حسین؟ خودمون حل میکنیم مشکل خودمون میگم معمولا میشینیم آدم خود ساخته یعنی دیگه در شصت یا میگم خودمون حل میکنیم موافقی همین به نظر من تمام ما در شصت برای اینکه خود ساخته این بنبست برامون وجود نداره خودمون حلش میکنیم همون میشه اصلا اینجور نیست اصلا همون میکنیم بفرمایید پایین نریای همون دیگه خب بفرم خیسشون هم میکنم تا دل تو خنک شه بیا چی کار کردی؟ حمله نکن چی کار کردی؟ بریم سراغ سوال بعدی گروه شصتی ها به نظر شما گروه هشتادی ها توی چه اموری توانمندترن؟ چه بود؟ نه چه بود؟ نه توانمند فضای مجازی؟ کامپیوتر بازی؟ فضای مجازی؟ فضای مجازی یا فضای مجازی بودی وقتی منو میگذره چه بگی دیگه پاسخ شاید درس خوندن خوبن تو درس خوندن خوبن تو هدفش رو آینده شون جوابو ببینیم تو برنامه ریزی ورزش دیگه من میتونم دووم بیارم دووم میاره تو زندگی میتونم دووم بیارم این توانایی من همه میدونن تو زندگی دفعه نه ولی من میشم ورزش ورزش دقیقا همون درس خوندم بود دیگه بفرمایید پایین هوا چطوره؟ عالی کوچکترین آب به بنده بیشتر فرو میره گروه هشتادی ها آقا تو من بدنم سر شده آدی رها کن خودتو رها کن لذتشو ببر رها کن ده هشتادی ها به نظر شما اگه قرار باشه گروه شصتی ها توی زندگیشون یه نفر رو عوض کنن و کس دیگه یو به جاش بیارن چه کسی رو عوض میکنن؟ بابا زنشون چیه دیگه تو همه؟ تو بابا شاید طرف من ندارستم خودشون دوتر. من میگم خودشون بابا تو زن بگیر بعد خودشون خودشون چجوری عوض کنن؟ خودشون خودشون؟ خودشون نه نه خودشون خودشون نمیشه عشقم وقت نیست بابا ما رو دور اندازی ما خودشون خودشون رو دیبرن نشون پاسخو ببینیم داشت تنها جواب منطقی هم میگه حسین تو چیکار میکنی؟ این ساده سخت کالشیه حسین تو چیکار میکنی؟ بگو ناظر مدرسه ناظر مدرسه یه چیز بگی من اگه بودم یه مدیری داشتیم اون اوایل سال 1379 من اولین کار زندگی من انجام دادم خیلی بد اخلاق بود یعنی باور کن اون عوض میکردم من به نظرم یه مدیری داشتم سال 1379 اولین کارم بود من اونو عوض میکردم خیلی بد اخلاق بود
دقیقاً جواب منطبق بود. تشویقشون کنید تا برن پایین. اشکشی یا خدا الان خوب که چی؟ الان خوب که چی؟ یه چی؟ قشنگ باهاتون رو بندازید. آخه ما با چی مدیر سال اون تا اینجا که رفتید تو آب بود. الان خوب که چی؟ اینجا ما باخ نمیدیم. به نظر شما گروه هشتادی ها بیشتر چه خوابایی میبینن؟ چی اصلا میخوابن؟ خواب آینده که موتور توش باشه. نه موفن موتور موتوری هم نه با موتور قرآن موتور نه ببین اینا خواب آینده شونو نه یه آدم موفقی شدن که موفق شدن و موتور هم توش داره. بله خواب یه آدم موفق چی؟ آینده آینده که موتور هم توش باشه دیگه. آینده رو میبینن آینده موفقیت آینده موفقیتشونو این موتور هم تهش باشه پاسخ ولی باشه جوابو ببینیم این موتور هم پیش باشه دیگه. من که اصلا خواب نمیبینم. خواب مرسی. من خواب نمیبینم. خوابم چرت و پرت دیگه. خواباشون خواب معمولا ترسناکیه معلوم نیست بعضی موقع بله منطبق بود. خودتون برید پایین واقعا با این جوابا. این بله یک سیاتی چرا داد نکنید زشت گروه شستی ها خیلی سرده بخورده حداقل 120 سال توی این آب هست خجالت از سناتون بکشید. آقا آب یخ ریختن میبرد شما هم یه باهم باشید یخ انداختن توش. بریم سوال بعدی از گروه کاربلد هشتادی. به نظر شما گروه شصتی ها اگه بخوان با سه کلمه خودشون رو توصیف کنن چی میگن؟ سه کلمه زیاد خدایی. سه کلمه نسل سوخته. نسل سوخته داداش دو کلمه دو کلمه نسل سوخته قارچ پنیر. بابا نخنده دو کلمه است دو کلمه گفته سه کلمه عزیزم سه کلمه است. حسرت بده حسرت بده حسرت بده نسل سوخته حسرت بده نسل سوخته نسل سوخته حسرت بده نسل سوخته حسرت بده پاسخ نسل سوخته خود ساخته سفت محکم استوار همینا ساخته ویژه در شخصیت دیگه ساخته صبور استوار خود ساخته استوار صبوری. متاسفانه اصلا منطبق نبود. بفرمایید با این پارو بندازی قشنگ. به نظر شما قهرمان زندگی گروه هشتادی ها کیه؟ قهرمان زندگی گروه شصتادی ها اینا بابا هاشون رو نمیدن قهرمان مادر رو میشه مادر پدر پدر مادر پدر سری مادر زمان باشه باشه پدر مادر مادر مادرش جوک پدر مادر مادرش مادر پدر مادر 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 پدر مادر پدر مادر 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 آقا استادی مادر 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 من بابام من امام علی علیه السلام خانواده من امام علی علیه السلام چی گفت خانواده علیه السلام امام علی علیه خانواده آقا استادی امام علی بفرمایید توی آب مادر نبود مشخصم من به مادر حساسم من به مادر حساسم بهتون گفتم سال بعدی اگه قرار باشه گروه شصتیات آخر عمرشون یه پرنده باشن که محاله دوست دارن اون پرنده چی باشه؟ عقاب عقاب تا عقاب قناری 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 قناری
قناری تو دوست داشتی چه پرنده باشی؟ اوغاب بایم اوغاب من اصلا اوغاب رو شاکش اوغاب خدایا علی لطفی بس دوخ بدم من دستان بسوزش کن برم پایین برم پایین آی خدا داد از سر داد داد مرد جنگی را زخ زیبا چی داد نمیزنه؟ بس سر داد بس سر داد در بازگار ما تو غار زندگی میکنیم اجرا خودزنی میکنیم قلبم داره منجمد میشه باید اعلام کنم محضرتون با تمام تلاش هایی که دو گروه انجام دادن خوشبختانه صفر امتیاز گرفتن و هیچ امتیازی نتونستن کسب کنن اما قابل ذکره که در کل مراحل بازی گروه شصتی ها تونستن 850 امتیاز و گروه هشتادی ها با 950 امتیاز برنده این مرحله از هشتادی ها باشن امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون محروم نکنید خدا یار و نگهدارتون خدا نگهدار